online on 101.5 FM. درود بر همه شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر، امیدوارم شاد و تندرست باشید. من امیر سروش با همکاران ارجمند برنامه امروز، خانم محبوبه آریمپاد و دکتر مرتضی در تهیه و اجرای خبر برنامه امروز رو تقدیم میکنیم. امروز یک شنبه 27 فروردین ماه سال 1391 خورشیدی و 15 آپریل سال 2012 میلادی و این 616مین برنامه بخش فارسی رادیو ادلیت صدای انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیا جنوبی است که میشنوید. این برنامه هر هفته روزهای یک شنبه از ساعت 3 تا 4 نیم بعد از ظهر روی موج اف ام ردیف 101.5 رادیو دیجیتال و از اینترنت به نشانه رادیو نقطه ادلیت نقطه edu نقطه au از شهر زیبای ادلیت مرکز استرالیای جنوبی پخش می شود. اگر مایل هستید در طول پخش برنامه با ما تماس بگیرید، شماره تلفن ما 83350 و پیش شماره شهر ما ادلیت 08 است. این اگر شما دعوت می کنند به اخبار توجه بفرمایید که آقای دکتر مرتضی تهیه و با آگاهی شما می رسانند. به نام خدا و با سلام به هموطنانم از فارس و آذری و کرد و لور و بلوچ و عرب و ترکمن که تا امروز نام ایران را زنده نگه داشتند، و سلام به سایر فارسی زبانان که شنونده برنامه امروز ما هستند. امروز من مرتضی در غیاب همکاران گروه خبر اخبار را به اطلاع شما می رسانم. نخست عناوین خبرها: اعتراض مقامات امارات به سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا و واکنش مقامات ایرانی. اعمال فشار بر سعید مرتضوی برای استعفا از سمت مدیر عاملی تأمین اجتماعی. جلوگیری از ورود فعالان اعتراضات سال 88 به دانشگاه ها. پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1. رد صلاحیت غیر منتظره 10 نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر. ابراز انزجار شورای امنیت سازمان ملل متحد از آزمایش موشکی کره شمالی. موافقت شورای امنیت سازمان ملل متحد با اعزام ناظر به سوریه. و اکنون گسترده اخبار. روز چهارشنبه 23 فروردین ماه آقای احمدی نژاد در جریان سفر استانی هیئت دولت ایران به استان هرمزگان و سواحل خلیج فارس به جزیره ابو موسا نیز سفر کرد. سفر آقای احمدی نژاد به جزیره ابو موسا در خلیج فارس با واکنش‌های منفی مقامات امارات متحده عربی روبرو شده است و امارات سفیر خود را از تهران فراخوانده است. معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اعتراض کشور امارات متحده عربی
ضمن تأکید بر تحکیم روابط دو کشور، این سفر را یک موضوع داخلی ایران در چارچوب سفرهای استانی رئیس جمهور دانست. شورای ملی فدرال امارات متحده عربی نیز با انتشار بیانیه‌ای به سفر آقای احمدی نژاد به جزیره ابو موسی اعتراض کرد. پیشتر شیخ عبدالله ابن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات متحده عربی، سفر آقای احمدی نژاد را نقض آشکار حاکمیت امارات خوانده بود. تلویزیون دبی اسپورت هم ساعتی پس از انتشار خبر فراخوانده شدن سفیر امارات از تهران، از لغو دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات که قرار بود روز 29 فروردین برگزار شود خبر داده است. الیاس نادران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا امروز یک شنبه 27 فروردین به سعید مرتضوی مدیر عامل تأمین اجتماعی فرصت داده تا از شغل خود استعفا کند و در غیر این صورت طرح استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که آقای مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی زیر نظر او فعالیت می کند مطابق اعلان پیشین در جلسه علنی امروز مجلس مطرح خواهد شد. آقای نادران گفته است استیضاح کنندگان وزیر کار چندان تمایلی به این ندارند که ضعف‌ها و کاستی‌های سعید مرتضوی از تریبون مجلس مطرح شود، ولی اگر ناچار شویم یک شنبه مسائل مربوط به آقای مرتضوی را از تریبون مجلس مطرح می‌کنیم. آقای مرتضوی در حال حاضر به طور همزمان مدیر عامل تأمین اجتماعی و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. در جریان اعتراضات به انتخابات سال 1388، سعید مرتضوی معاون دادستان کل ایران به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز 18 تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شده است. از بازداشتگاه کهریزک شکنجه های فجیع منجر به مرگ شامل تجاوز جنسی گزارش شده است. پزشک این بازداشتگاه نیز که در حال گذراندن دوران سربازی خود بود بعدها به طور مشکوکی کشته شد. آقای مرتضوی قبلاً به عنوان قاضی شعبه 1410 رسیدگی کننده به تخلفات کارکنان دولت، حکم توقیف بسیاری از نشریات و بازداشت و زندانی شدن شمار زیادی از روزنامه نگاران ایرانی را نیز صادر کرده بود. اما آقای مرتضوی زمانی مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری قرار گرفت که زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی، در زندان اوین تهران و در جریان بازجویی توسط او به شکل مشکوکی کشته و جسدش فوراً به خاک سپرده شد. آقای فرهاد دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران اعلام کرده است که کسانی که در فتنه 88 فعال بودند حق ورود به دانشگاه ها را ندارند. بن رادرز، معاون مشاور امنیت ملی آمریکا، در واکنش به مذاکراتی که روز شنبه میان ایران و گروه یک به علاوه 5 درباره موضوع هسته ایران در استانبول صورت گرفت، گفت که کاخ سفید این مذاکرات را گام اول مثبتی تلقی می کند. آقای رادرز دیروز گفت آمریکا معتقد است فضا برای گفتگو درباره راه‌هایی که ایران بتواند با آن به تعهدات بین‌المللیش عمل کند وجود دارد. وی افسود فضای سازنده‌ای وجود داشته، ایرانی‌ها به میز مذاکره آمدند و درباره موضوع هسته‌ای کشورشان گفتگو کردند. بن رادرز تعیین مکان بعدی گفتگوها را نیز یک نشان مثبت دیگر خواند. همزمان سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، از روند موفقیت آمیز مذاکرات ابراز رضایت کرده و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مذاکرات هسته‌ای با ایران را مفید و سودمند توصیف کرده است. خانم اشتون گفت که دور بعدی مذاکرات در 23 ماه می، 3 خرداد ماه در بغداد برگزار می شود. سعید جلیلی، سرپرست گروه مذاکره کننده ایرانی، ضمن ابراز رضایت از مذاکرات گفت
نکاتی که مورد توافق قرار گرفت قابل توجه بوده است. وی افزود که فرایند همکاری باید بر اساس رویکرد گام به گام و متقابل باشد. در این دور از مذاکرات، گفتگوها مستقیماً از سوی رهبر ایران و نه رئیس جمهور اداره می شود. برخی ناظران سیاسی از دستیابی به یک توافق اصولی بین حکومت ایران و غرب سخن می گویند. طبق این توافق، ایران غنی‌سازی بالای 3.5% را متوقف می کند که این به معنی از بین رفتن امکان ساخت جنگ افزار هسته‌ای و رفع تهدید از اسرائیل است. در عوض غرب با غنی‌سازی اورانیوم تا غلظت 3.5% در ایران موافقت کرده و هر گونه اقدام نظامی یا براندازانه علیه حکومت ایران را منتفی می کند. در چارچوب این توافق احتمالاً از حمایت ایران از فعالیت‌های تروریستی علیه اهداف غربی و از فشار غرب بر ایران بر سر مباحثی مانند حقوق بشر و آزادی بیان کاسته خواهد شد. برخی گمان زنی ها از نهایی شدن این توافق حکایت دارند و تأخیر در اعلام آن را به سبب آماده سازی افکار عمومی در ایران و تأثیر بیشتر بر کارزار انتخاباتی آمریکا می‌دانند. به این ترتیب حکومت ایران به شعار دستیابی به انرژی هسته‌ای تحقق خواهد بخشید و با فراغت بیشتری به تحکیم پایه‌های قدرت خود در برابر مخالفان داخلی خواهد پرداخت و باراک اوباما هم امتیاز رفع تهدید هسته‌ای ایران و جلوگیری از یک جنگ احتمالی را در کارنامه‌اش خواهد داشت. مقام‌های انتخاباتی مصر 10 نفر از نامزدهای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را رد صلاحیت کردند. عمر سلیمان رئیس سابق دستگاه اطلاعات مصر به دلیل عدم ارائه امضاهای کافی برای حمایت از نامزدی خود از رقابت‌ها حذف شده است. همزمان آقای ابو اسماعیل نماینده اسلامگرایان تندروی سلفی نیز به دلیل تابعیت آمریکای مادرش حذف شده است. طبق قوانین مصر رئیس جمهور و هیچ کدام از والدینش نباید تابعیت خارجی داشته باشند. آقای شاطر نماینده گروه اخوان المسلمین و ایمن نور نماینده لیبرال ها هر دو به دلیل محکومیت های قضایی قبلی رد صلاحیت شدند. عازم صالح ابو اسماعیل مجری تلویزیونی سرشناس و از فعالان وابسته به گروه اسلامی میانه روی اخوان المسلمین نیز رد صلاحیت شده است. این افراد فرصت دارند تا ظرف مدت 48 ساعت شکایات خود نسبت به این تصمیم نهاد انتخاباتی مصر را اعلام کنند. از میان کاندیداهای ریاست جمهوری همکنون 13 نفر دیگر باقی ماندند. بنابر گزارش ها این رد صلاحیت ها شگفتی بسیاری را برانگیخته و تأثیرات زیادی در شکل گیری و ادامه رقابت ها خواهد داشت. در اعتراض به این رد صلاحیت ها قرار است تظاهراتی در قاهره برگزار شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست دیروز با تصویب قطعنامه موافقت خود را با اعزام گروهی از ناظران به سوریه برای نظارت بر روند برقراری آتش بس در این کشور اعلام کرد. در جریان این نشست شورای امنیت همچنین نقض حقوق بشر توسط نیروهای سوری و اعمال خشونت توسط گروه‌های مسلح را محکوم کرد. این قطعنامه با اکثریت آرا به تصویب رسید. فرستادن ناظر به سوریه دومین مرحله از طرح صلح کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب است. مرحله اول این طرح صلح آتش بس بود که کما بیش اجرا شده ولی شکنندگی آن همچنان احساس می شود. در پی نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در خصوص پرتاب موشک توسط کره شمالی، سازمان ملل در بیانیه‌ای از این اقدام کره شمالی ابراز انزجار کرد. این بیانیه این اقدام را نقض آشکار قطعنامه‌های 1718
و 1874 می داند. در این بیانیه آمده است که باید به صورت فوری درباره واکنش مناسب به این اقدام مشاوره صورت بگیرد. کره شمالی در اقدامی نامعمول اذعان کرد که پرتاب این موشک با شکست روبرو شده است. این عملیات به مناسبت گرامی داشته 100مین سالگرد تولد کیم ایل سونگ، بنیانگذار حزب کمونیست کره شمالی انجام شد. در پایان توجه شما را به ادامه برنامه جلب می کنم. خدا نگهدار شما. سری تو یک افسونگری لهور فری سری تو یک افسونگری لهور فری.
تو محشری رو با صدای امید در اول برنامه شنیدید. امروز هم خیلی خوشحال هستم که سرکار خانم آریان پاد در استودیو تشریف دارن. با سلام گرم به شما و همچنین شنونده های بسیار عزیزمون، مثل همیشه خیلی خوشحال هستم که در این عصر زیبای پاییزی در کنارتون هستم. خیلی ممنون. من فکر میکنم شما خواستید گزارش وضع هوا را الان بفرمایید، چون معمولا ساعت 4 نه آقای سروشی، تلفنی داشتیم از شنونده عزیزمون در پاریس، آقای داریوش. بله بله، ایشون زنگ زدن و گفتن که در پاریس 7:35 دقیقه صبح هست و هوا 5 درجه بالای صفر و حد اکثر هوا 12 درجه و ابری هم هست. ازشون خیلی تشکر میکنیم. آقای داریوش خیلی لطف میکنید که روز تعطیل که شما باید صبح بخوابید استراحت کنید بیدار میشید و به برنامه ما گوش میکنید. امیدوارم که برنامه رو بپسندید. و در فرانسه هم مثل نیمکره شمالی در ایران فکر کنم الان بهار هست خانم. بله بهاره. امروز یک مسابقه ای میخوایم برای شنوندگان عزیزمون مطرح کنیم. به به، چه جایزه ای هم قراره. اتفاقا این تنها مسابقه ای است که جایزه نداره خانم. بله بله، به علت ضعف مالی جایزه ای براش نیست، فقط برای سرگرمی دوستان، همین که تو با خانواده ها دارن به برنامه ما گوش میکنن، بعد نیست که یه سرگرمی هم با هم داشته باشن، ما هم اینجا سرگرم باشیم، اقلا بهانه بشه که تلفن بزنن صداشون رو بشنویم، صدای عزیزان رو بشنویم. درست، بله. خب بپرسید که مسابقه چی هست. خب مسابقه چی هست آقای سروش؟ من دیگه خیلی مشتاقم. مسابقه یک نیم بیت، یک بیت شعر رو دوستان اگر لفت کنند و زنگ بزنن و دوست دارن شرکت کنند. اولش هست اندازه نگهدار که اندازه نکوز. خب مشتاق تلفن های شما عزیزان هستیم. شماره تلفن ما 830-35000 است. زنگ بزنید انشالله که در این سرگرمی ما شرکت کنید. عقب مانده های ذهنی، این یک داستان واقعی است. چند سال پیش در جریان بازی‌های پارالمپیک المپیک معلولین در شهر سیاتل آمریکا، 9 نفر از شرکت کنندگان 200 متر پشت خط آغاز مسابقه قرار گرفتند. همه این 9 نفر افرادی بودند که ما آنها را عقب مانده ذهنی و جسمی می‌خوانیم. آنها با شنیدن صدای تپانچه حرکت کردند. بدیهی است که آنها هرگز قادر به سری دویدن نبودند و حتی نمی توانستند به سرعت قدم بردارند، بلکه هر یک به نوبه خود با تلاش فراوان می‌کوشید تا مسیر مسابقه را طی کرده و برنده مدال پارالمپیک شود. ناگهان در بین راه مچ پای یکی از شرکت کنندگان پیچ خورد. این دختر یکی دوتا غلط روی زمین خورد و به گریه افتاد. 8 نفر دیگر صدای گریه او را شنیدند. آنها ایستادند، سپس همه به عقب بازگشتند و به طرف او رفتند. یکی از آنها که مبتلا به سندروم داون، عقب ماندگی شدید جسمی و روانی بود، خم شد و دختر گریان را بوسید و گفت این دردت رو تسکین میده. سپس هر 9 نفر بازو در بازوی هم انداختند و خود را قدم زنان به خط پایان رساندند. در واقع همه آنها اول شدند. تمام جمعیت ورزشگاه به پا خواستند و 10 دقیقه برای آنها کف زدند. حکایت برگرفته ای از کتاب بالهایی برای پرواز، نوشته نوربرت لایتنر. مردی اسب اصیل و بسیار زیبایی داشت که توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کرد. همه آرزوی تملک آن را داشتند. بادیه نشین ثروتمندی پیشنهاد کرد که اسب را با 2 شتر معاوضه کند، اما مرد موافقت نکرد.
حتی حاضر نبود اسب خود را با تمام شترهای مرد بادیه نشین تعویض کند. بادیه نشین با خود فکر کرد حالا که او حاضر نیست اسب خود را با تمام دارایی من معاوضه کند، باید به فکر حیله‌ای باشم. روزی خود را به شکل یک گدا درآورد و در حالی که تظاهر به بیماری میکرد در حاشیه جاده دراز کشید. او میدانست که مرد با اسب خود از آنجا عبور میکند. همین اتفاق هم افتاد. مرد با دیدن آن گدای رنجور سرشار از همدردی از اسب خود پیاده شد، به طرف مرد بیمار و فقیر رفت و پیشنهاد کرد که او را نزد یک پزشک ببرد. مرد گدا ناله کنان جواب داد: من فقیرتر از آن هستم که بتوانم راه بروم. روزهاست که چیزی نخوردم و نمیتوانم از جا بلند شوم. دیگر قدرت ندارم. مرد به او کمک کرد که سوار اسب شود. به محض این که مرد گدا روی زین نشست، پاهای خود را به پهلوهای اسب زد و به سرعت دور شد. مرد متوجه شد که گول بادیه نشین را خورده است. فریاد زد: صبر کن، میخواهم چیزی به تو بگویم. بادیه نشین که کنجکاو شده بود کمی دورتر ایستاد. مرد گفت: تو اسب مرا دزدیدی، دیگر کاری از دست من بر نمی آید، اما فقط کمی وجدان داشته باش و یک خواهش مرا برآورده کن. برای هیچ کس تعریف نکن که چگونه مرا گول زدی. بادیه نشین تمسخر کنان فریاد زد: چرا باید این کار را انجام دهم؟ مرد گفت: چون ممکن است زمانی بیمار درماندهی کنار جاده افتاده باشد، اگر همه این جریان را بشنوند دیگر کسی به او کمک نخواهد کرد. بادیه نشین شرمنده شد، بازگشت و بدون آنکه حرفی بزند اسب مرد اصیل را به او بازگرداند. در پی آهوی عشق، در پی آهوی عشق، صیاد آواره شدم. تا کجا باید دوید یارب، بیچاره شدم. تا کجا باید؟
هرچه مرهم من به این زخم میزنم، این حواس و هوش من با تو چه آسان میروم، تا به پای سایت عمرم چه تابان میروم. در پی آهوی عشق، در پی آهوی عشق رو با صدای خانم گوش شنیدید. ساعت 3:32 است. تلفنی داشتیم از شنونده عزیزمون آقای دامون شکری که ایشون عضو انجمن هم هستن. در ضمن ایشون از برنامه ها تشکر کردن و جواب مسابقه را هم صحیح دادن. چی گفتن؟ نمیتونم اونو بگم آقای سروش، اگه جوابشو بدم مزهش تموم میشه. آقا مرتضی هم جواب رو درست دادن. خیلی ممنون از این عزیزان. وقتی که این آهنگ رو پخش میکنم حتما میدونید که تولده. تولد شیوا خانم روح الفدا، یکی از هنرمندان عزیز شهرمون رو به خودشون و خانوادهشون تبریک میگیم. تولد امیر علی روح الفدا هم مبارک باشه. تولد امیر علی رو به خودش و خانواده تبریک میگیم. امیر علی 3 ساله شد. همینطور تولد تینا میساقی رو به خودش، خواهرش روجینا، پدر مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگش تبریک میگیم. تینا 6 ساله شد. در ضمن تولد سلینا یولیانو عزیز رو هم تبریک میگیم. ایشون نوه آقای سروش هستن و تولدش رو به برادرش سورنا و خانوادهش تبریک میگیم و همچنین به پدر بزرگش که امروز تولد نوش رو به خاطر رادیو از دست دادن. بله. تبریک میگیم و امیدواریم همه این عزیزان تولدی شاد داشته باشن و زندگی بر وفق مرادشون برای باشه. همه شون آرزوی سلامتی همراه با خوشبختی و آرامش داریم انشاءالله. شخصی به خدا گفت به من همه چیز بده تا از زندگی لذت ببرم. خدا گفت به تو زندگی دادم تا از همه چیز لذت ببری. چرا تعارف بکنیم؟ پرسشی از بدری سادات بهرامی، روانشناس و مشاور خانواده. هم تعارف اجباری میکنیم، هم پشت سر طرف کلی بد میگیم. اصولاً تعارف کردن با ذات ما ایرانی ها گره خورده است. بیشتر ما ایرانی ها مردمان صریحی نیستیم و با انواعی از ابهام در رفتارمان با یکدیگر تعامل برقرار می کنیم. یکی از ابهامات تعارف است. ما یاد نگرفته ایم شفاف و صریح با هم رابطه برقرار کنیم. هر چقدر هم خسته باشیم نمی توانیم به دوستی که تا مسیری همراه ما بوده بگوییم خداحافظ و سپس راحت و آسوده به خانه برویم و کمی بخوابیم، چون فکر میکنیم اگر به او تعارف نکنیم به خانه مان بیاید، اولا بی احترامی بزرگی به او کرده ایم و در ثانی او حتما ناراحت میشود.
خلاصه اینکه نگران قضاوت او هستیم تا آرامش خودمان. برای همین به رغم خستگی و شاید هم به رغم آماده نبودن از لحاظ پذیرایی، چیزی در خانه نداریم و یا اوضاع خانه نامرتب است و مهیای مهمان نیست، لبخند میزنیم و به تعارف میگوییم خیلی خوشحال میشوم بیایی یه چایی با هم بخوریم. نه بابا چه مزاحمتی، بفرمایید بالا. ما نه تنها در این موارد با تعارف کردن خودمان را به درد سر می اندازیم، بلکه گاهی فراتر از این مورد عمل می کنیم. همسایه قدیمی را در اتوبوس یا تاکسی می بینیم و با اینکه سالهاست مراوده‌ای نداشته ایم به اصرار کرایه‌اش را می پردازیم. دوستی به خانمان می آید و از یک وسیله خانه ما تعریف می کند. به اصرار آن را به او می دهیم و سپس از نبودن آن کار خود را به زحمت می اندازیم. اسباب بازی کودکمان را به بچه آنها تعارف می کنیم و اشک و آه فرزند خودمان را در می آوریم و آنچه متعلق به اوست می بخشیم که رسم تعارف را رعایت کرده باشیم. ما ایرانی ها فکر می کنیم این شیوه رفتاری و تعارف و اصرارها در مفهوم محبت کردن است. تو را به خدا جون بچم یک کفگیر بیشتر بخور. اگه امشب به خونمون نیای ناراحت میشم. قربان مخلص شما هستم، هر کاری دارید بگویید انجام میدهیم. هرچند که در برخی موارد این رفتارها باعث گرمای عاطفی و ایجاد محبت و دوستی در روابط میشود، اما تعارفی بودن ما معایبی هم دارد. بارزترین عیب آن صراحت نداشتن و ناواضحی روابط ماست. اصولا چون ما در تعاملات خود با پرده ای از ابهام رفتار میکنیم و انگار در مه حرکت میکنیم، متوجه نمیشویم آیا واقعا طرف مقابل ما را دوست دارد و از این که با او هستیم احساس رضایت میکند یا نه. نمیدانیم آیا واقعا همکارمان تمایل دارد به او زنگ بزنیم و ارتباط تلفنی من را ادامه بدهیم یا نه. آیا او از صمیم قلب میگوید که مشتاق شنیدن صدایت بودم یا تعارف میکند. این که همسایه شما میگوید قدمتان سر چشم و اصرار میکند به خانهش بروید، واقعا تمایل دارد یا تعارف میکند. این احساس ناخوشایند که طرفین تعارف بر خود تحمیل میکنند باعث میشود روابطشان آسیب ببیند و به مرور زمان اصل رابطه زیر سوال میرود. از آنجا که روابط ما سرمایه ما نست، با این روش غلط و تعارف کردن و شفاف نبودن در رفتارها سرمایه من را از دست میدهیم. اگر مانند آنچه در فرهنگ غرب وجود دارد به صراحت با یکدیگر رفتار می کردیم و به عبارت دیگر با هم تعارف نمی کردیم، شاید خبری از آن حمایت عاطفی و حس پشتوانه بودن نبود، اما در عوض رفتارهایمان و روابط ما در چارچوب روشن و واضح‌تری قرار می گرفت. آنها به صراحت احساس خود را بیان می کنند، منظورم غربی هاست، و آنطوری رفتار می کنند که به آنها آرامش می دهد. ما در واقع با تعارفمان شاید از صمیم قلب و از روی تمایل عمل نکنیم، اما به هر حال طوری رفتار می کنیم که طرف مقابل حس می کند حمایت عاطفی ما را خواهد داشت و می تواند به عنوان پشتوانه روی ما حساب کند. البته باید گفت این تعارفات ما فقط در محدوده آشنایان رعایت می شود و اگر کسی جزو دوست و فامیل و همسایه نباشد و بیگانه تلقی شود، نه تنها مورد تعارف قرار نمی گیرد، بلکه گاهی با کمال بیمهری و دور از انسانیت با آنها رفتار می کنیم. چنان مقابل اتومبیل دیگری میپیچیم که مبادا او قبل از ما وارد خیابان شود، اما اگر آن شخص آشنا باشد ساعتها جلوی در تعارفش میکنیم که الا و بلا او اول وارد شود. و اما راه حل تعدیل کردن این رفتارهای غلط چیست؟ چه باید کرد؟ لازم نیست با کسانی که حکم بیگانه و غریبه دارند باب تعارف را باز کنید و جلوی در آسانسور یا تاکسی بایستید و به هم تعارف کنید که نه قربان شما بفرمایید. کافیست به حقوق و شخصیت دیگران احترام بگذاریم، چون احترام گذاشتن به دیگران در واقع ارزش قائل شدن برای خودمان است. از کجا باید شروع کرد؟ در ابتدا باید سعی کنید در تعاملات عاطفی خود تعارف را کنار بگذارید. اگر خواهر یا دوست شما درست موقعی که در وضعیت روحی نامناسبی نیستید به شما تلفن میزند تا مثلا قرار یک مهمانی یا خرید را با شما معین کند، به جای تعارف و مخفی کردن حس ناخوشایندتان پشت الفاظ آنچنانی، به صراحت بگویید
فعلا حالم خوب نیست. احتیاج دارم مدتی با خودم خلوت کنم. خودم با شما تماس میگیرم. در رتبه ها و قدم های بعدی باید تعارف کردن در امور روزمره را کنار بگذارید. به عنوان نمونه شما همین الان از حمام آمدید و نیاز دارید به سرعت لباس بپوشید. اما تلفن زنگ میزند. گوشی را برمی‌دارید و بلافاصله میگویید سلام، لباس پوشم، تماس میگیرم. طرف شما هم ناراحت نمی‌شود چون شرایط را درک می‌کند و یا گوشی را برمی‌دارید و میگویید دارم نهار می‌خورم، ممکنه نیم ساعت دیگه خودم با شما تماس بگیرم. البته بعضی از مردم در مورد همین مسائل نیز درگیر تعارف می‌شوند و از ترس اینکه مبادا طرف مقابل ناراحت شود با حوله خیس پای تلفن می‌ایستند و می‌لرزند و سرما می‌خورند. حتی اگر مکالمه تلفنیشان به درازا بکشد مدام به طرف میگویند نه بابا تو مراهمی، هیچ کاری نداشتم، خیلی به موقع زنگ زدی، خوشحال شدم. شفاف سازی جزو ضروریات هر رابطه است. اگر خواهران و برادران صمیمی دیروز امروز به جایی رسیدند که فقط با هم در حد سلام و علیک رابطه دارند، برای این است که به موقع جلوی تخریب رابطه را نگرفته و در آن روزهای دلخوری به جای صراحت تعارف کردن را پیشه کردند. رودرباستی های دست و پاگیر، باورهای غلط و تعارفات ابهام برانگیز چنان موذیانه به روابط شما آسیب می رساند که متوجه آن نخواهید شد. هوشیار باشید. بسیار زیبایی بود که متاسفانه نه اسم خواننده‌هاش نه اسم گروهشون رو هیچی نمیدونم متاسفانه، ولی به نظر من زیبا بود. ساعت 3:45 است. شنوندگان عزیز، شما به بخش فارسی رادیو ادلید صدای انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی گوش میکنید. این برنامه هر هفته روزهای یک شنبه از ساعت 3 تا 4:30 بعد از ظهر روی موج FM ردیف 101.9 رادیو دیجیتال و از اینترنت به نشانی radio.com
نقطه ادلید نقطه ایدیو نقطه ایو از شهر زیبای ادلید مرکز استرالیای جنوبی پخش می شود. اگر تازه به جمع شنوندگان ما پیوستید به شما خوش آمد می گیم و امیدواریم برنامه ها مورد استفاده و رضایت شما قرار بگیره. اگر مایل هستید با ما تماس بگیرید شماره تلفن ما 830-35000 است. خیلی ممنون. ضمناً در مسابقه سرگرمی ما هم شرکت کنید. بیت دوم شعر اندازه نگهدار که اندازه نکوس رو اگه دوست دارید به ما زنگ بزنید و جوابش رو بگید. راستی من کجای دنیا بودم؟ قسمتی از وصیت‌نامه ادوارد ادیش، یکی از بزرگترین تاجران آمریکایی در سن 76 سالگی. من ادوارد ادیش هستم که برای شما نامه می‌نویسم. یکی از بزرگترین تاجران آمریکایی با سرمایه هنگفت و حساب بانکی که گاهی خودم هم در شمردن صفرهای مقابل ارقامش گیج می‌شوم. دارای شم اقتصادی بسیار بالا که گویا همواره به وجودم وحی می شود چه چیز را معامله کنم تا بیشترین سود از آن من شود. البته تنها شانس و هوش نبود. من تحصیلات دانشگاهی بالایی هم داشتم که شک ندارم سهم مؤثری در موفقیت‌های من داشت. یادم هست وقتی 20 ساله بودم خیال می کردم اگر روزی به 1/4 سرمایه فعلیم برسم خوشبخت‌ترین و موفق‌ترین مرد دنیا خواهم بود. و عجیب است که حالا با داشتن سرمایه 40 برابر بیشتر از اون چه فکر می کردم باز از این حس زندگی بخش در وجودم خبری نیست. من در سن 22 سالگی برای اولین بار عاشق شدم. راستش آن وقتها من تنها یک دانشجوی ساده بودم که شغلی و در نتیجه حقوقی هم نداشتم. بعضی وقتها با تمام وجود هوس می کردم برای دختر مورد علاقه‌ام هدیه ارزشمند بگیرم تا عشقم را باور کند و کاش آن روزها کسی بود به من میگفت که راه ابراز عشق خرید کردن نیست، که اگر بود محل ابراز عشق دلباخته ترین عاشقها فروشگاه ها میشدند. کسی چیزی نگفت و من چون هرگز نتوانستم هدیه ارزشمند بگیرم هرگز هم نتوانستم علاقه ام را با آن دختر ابراز کنم و او هم برای همیشه ترکم کرد. روز رفتنش قسم خوردم دیگر تا روزی که ثروتی به دست نیاورم هرگز به دنبال عشقی هم نباشم و بلند هم بر سر قلبم فریاد کشیدم از امروز دیگر ساکت باش. و عجیب که قلبم تا همین امروز هم ساکت مانده است و زندگی جدید من آغاز شد. من با تمام جدیت شروع به اندوختن سرمایه کردم. باید به خودم و تمام آدم ها ثابت می کردم کسی هستم. شاید برای اثبات کسی بودن راه های دیگری هم بود که نمی دانم چرا آن وقتها به ذهن من نرسید. دیگر حساب روزها و شبها از دستم رفته بود. روزها می گذشت، جوانیم دور می شد و به جایش ثروت قدم به قدم به من نزدیکتر می شد. راستش من تنها در پی ثروت نبودم. دلم می‌خواست از برای ثروت با آغوش شهرت هم دست یابم و اینگونه شد. آنچنان اسم و رسمی پیدا کرده بودم که تمام آدم‌های دور و برم را وادار به احترام می‌کرد و من چه خوش خیال بودم. خیال می‌کردم آنها دارن به من احترام می‌گذارند، اما دریغ که احترام آنها به چیز دیگری بود. آن روزها آنقدر سرم شلوغ بود که اصلاً وقت نمی‌کردم در گوشه‌ای از زنده ماندنم کمی هم زندگی کنم. به هر جا می‌رسیدم باز راضی نمی‌شدم. بیشتر می‌خواستم. به هر پله که می‌رسیدم پله بالاتری هم بود و من بالاترش را می‌خواستم. و اصلاً فراموش کرده بودم اینجا که ایستادم همون بهشت آرزوهای دیروزم بود. کمی در این بهشت بمانم، لذتش را ببرم و بعد پله بعدی. من فقط شتاب رفتن داشتم. حالا قرار بود کی و کجا به چه چیز برسم این را خودم هم نمی‌دانستم. اوایل خیلی تنها نبودم. آدم‌های زیادی بودند که دلشان می‌خواست به من نزدیکتر باشن. خیلی هاشان برای آنچه که داشتم و یکی دو تا هم تنها برای خودم.
و افسوس و هزاران افسوس که من آن روزها انقدر وقت نداشتم که این یکی دو نفر را از انبوه آدمهایی که احاطه هم کرده بودن پیدایشان کنم. من هرگز پیدایشان نکردم و آنها هم برای همیشه گم شدند و درست از روز گم شدن آنها تنهایی با تمام تلخیش بر سرم هجوم آورد. من روز به روز میان انبوه آدمها تنها و تنها تر می شدم و خنددارتر و شاید گریه دارش اینجاست که هیچ کس از تنهایی من خبر نداشت و شاید خیلی ها هم زیر لب زمزمه می کردن: خدای من، این دیگر چه مرد خوشبختی است، و کاش این طور بود. و باز روزها گذشت، آسایش دوش به دوش زندگیم راه می رفت و هرگز نفهمیدم آرامش این وسط کجا جا مانده. ایام جوانی خیال می کردم ثروت غول چراغ جادوست که اگر بیاید تمام آرزوها را برآورده می کند و من با هزاران جان کندن آوردمش، اما نمی دانم چرا آرزوهای مرا برآورده نکرد. کاش در تمام این سالها تنها چند روز، تنها چند صبح بهاری پابرهنه روی شنهای ساحل راه می رفتم تا قلقلک نرم آن شنهای خیس روحم را دعوت به آرامش می کرد. کاش وقتهایی که برف می آمد من هم گلوله‌ای از برف می ساختم و یواشکی کسی را نشانه می گرفتم و بعد از ترس پیدا کردنم تمام راه را بر روی برف ها می دویدم. کاش بعضی وقتها بی چتر زیر باران راه می رفتم، سوت می زدم، شعر می خواندم. کاش با احساساتم راحت تر از اینها بودم. وقتهایی که بغضم می گرفت یک دل سیر گریه می کردم و وقت شادیم قهقهه خنده هایم دنیا را می گرفت. کاش می توانستم عشقم را در نگاهم بگنجانم و به زبان چشم هایم عشق را می گفتم. کاش چند روزی از عمرم را هم برای دل آدم ها زندگی می کردم. بیشتر گوش می کردم، بیشتر نگاهشان می کردم. شاید باورتان نشود، من هنوز هم نمی دانم چگونه می شود ابراز عشق کرد. حتی نمی دانم عشق چیست، چه حسیست. تنها می دانم عشق نعمت باشکوهی بود که اگر درون قلبم بود من بهتر از اینها زندگی می کردم، بهتر از اینها می مردم. من تنها می دانم عشق حس عجیبی است که آدمها را بزرگتر می کند. درست است که می گویند با عشق قلب سریع تر می زند، رنگ آدم بی هوا می پرد، حس از دست و پای آدم می رود، اما همانها می گویند عشق اعجاز زندگی است. کاش من هم از این معجزه چیزی می فهمیدم. کاش همین الان یکی بیاید تمام ثروت مرا بردارد و به جایش آرام، حتی شده به دروغ، درون گوشم زمزمه کند دوستم دارد. کاش یکی بیاید و در این تنهایی پر از مرگ مرا از تنهایی و تنهایی را از من نجات دهد، بیاید و به من بگوید که روزی مرا دوست داشته است، بگوید بعد از مرگ همواره به خاطرش خواهم ماند، بگوید وقتی تو نباشی چیزی از این زندگی، چیزی از این دنیا، از این روزها کم می شود. راستی من کجای دنیا بودم؟ آهای آدم ها، کسی مرا یادش هست؟ اگر هست تو را به خدا یکی بیاید و در این دقایق پر از تنهایی به من بگوید که مرا دوست داشته است. بذار خیال کنم هنوز ترانه هامو میشنوی، هنوز هوامو داری و هنوز صدامو میشنوی، هنوز صدامو میشنوی. بذار خیال کنم هنوز یه لحظه از نیازتم، اگه تموم قصم هنوز سران سازتم، هنوز سازتم. بذار خیال کنم هنوز پر از تب و تاب منی، روزا به فکر دیدنم، شبا پر از خواب منی، شبا پر از خواب منی. بذار خیال کنم تو دل تنگیات غروب که میشه
منو دوست دارم و نگفتی. خیال رو با صدای احسان خواجه امیری شنید. آهنگ ترکی هم که پخش کرده بودم در پشت سیدی بنده نوشته کنسرت تبریز. اینم از تشکر از آقای نادری که یادآوری فرموده بودن که آهنگو بگم که از کجا هست. در سیدی نوشتم کنسرت تبریز، آهنگ ترکی بود ولی گروه و خواننده‌ش رو متاسفانه نداشتم. بله، انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی محفل شعر و موسیقی رو در ساعت 7 عصر شنبه 9 اردیبهشت ماه سال 1391 هجری خورشیدی برابر با 28 آوریل سال 2012 میلادی برگزار می نماید. این برنامه شامل شعر، موسیقی ایرانی و سخنرانی خواهد بود. ورود به این محفل رایگان است، اما کمک های نقدی دو طلبانه شرکت کنندگان برای هزینه در فعالیت‌های فرهنگی انجمن نظیر محافل شعر و موسیقی و برنامه فارسی رادیو ادلید با سپاس پذیرفته خواهد شد. عزیزانی که هنوز موفق به عضویت در انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی نشده‌اند می‌توانند با پرداخت $10 حق عضویت و تکمیل فرم عضویت انجمن در مکان برگزاری مراسم به انجمن ملحق شده و از برنامه استفاده کنند. محل برگزاری این مراسم در 23 کاگلین استریت ادلید ساوت استرالیا 5000 برگزار خواهد شد. مدت تقریبی این مراسم 2.5 ساعت خواهد بود. البته 5000ش این برای نامه های پستیه، ولی برای کسانی که میخوان برن سرگرد نشن 5000ش رو نشیده. ولی ادلید منظور این بود که صابر بش اون ناحیهش ادلید هست، برای این فکر کنم انجمن این 5000 رو گذاشته بودن که مشخص بشه که شهر ادلید هست. و چون فرصت تبلیغ برای شب شعر کم هست، لطفاً دوستان به همدیگه خبر بدید که شب شعر برگزار خواهد شد. و الان خانم ساعت چنده؟ الان ساعت موقع 4:45. بله، 45 ثانیه است. 45 ثانیه از گزارش هوا گذشته. هوا رو خدمتتون میگم. امروز 15 آوریل
آپریل 2012 میلادی برابر با 27 فروردین 1391 خورشیدی است. امروز یک شنبه هوای تهران بارانی است و دوشنبه بارانی با بارانهای پراکنده و بیشتر ابری 10 تا 19 درجه خواهد بود که هواش مثل امروز هست. امروز و فردا مثل هم هست، 10 تا 19 درجه. سه شنبه بارانهای پراکنده و ابر صبحگاهی 14 تا 23 درجه. چهارشنبه بیشتر آفتابی 14 تا 22 درجه. پنجشنبه ابری 13 تا 24 درجه. جمعه ابری 16 تا 24 درجه. شنبه هم ابری 16 تا 23 درجه. یک شنبه آفتابی 14 تا 22 درجه خواهد بود. و هوای ادلید رو خدمتتون اعلام میکنم، امروز هوای واقعا تابستون است، پاییز نیست در حقیقت. فکر کنم تا چند روز آینده هم همین حالته. وقتی که شما پیش بینی رو خوندید ما میفهمیم که بله بله هستشنه. امروز که هوا آفتابی 14 تا 29 درجه بود و دوشنبه آفتابی 14 تا 27 درجه، سه شنبه آفتابی 14 تا 29 درجه، چهارشنبه آفتابی 16 تا 30 درجه، پنجشنبه نیمه ابری 18 تا 30 درجه، جمعه نیمه ابری 16 تا 26 درجه، شنبه نیمه ابری 16 تا 24 درجه و یک شنبه بارانی 12 تا 21 درجه خواهد بود. خیلی ممنون. همونطور که فرمودید بیشتر به تابستون شبیه، لباس‌های تابستانی دوباره از گنج‌ها در اومده. بله بله. از آقای بهیار الهی همشهری عزیز بسیار ممنونم که بنده رو مورد لطف و محبتشون قرار دادن، زنگ زدن، البته با محبوب خانم صحبت کردن و ایشون پیغام ایشون رو به بنده فرمودن. خیلی ممنون که از برنامه‌ها شما راضی هستید و لطف دارید. خانم آقای داریوش از پاریس زنگ زده بودن جواب مسابقه رو گفتن، شما گفتید؟ نه اونو نگفتم، ایشون بله. زنگ زدن و جواب مسابقه رو هم درست گفتن بله. و در ضمن یه اشاره‌ای هم کردن که گفتم شاید خوب باشه به عزیزان بگیم که این شعر از گلستان سعدی هست. خب شما خیلی راهنمایی کردید، کار خوبی کردید. ولی دوستانی که نشنیدن بیت دوم شعری می‌خواستیم که گفت اندازه نگهدار که اندازه نکوز. خیلی ممنون از گزارش وضع هوا. یه شب تو خواب وقت سحر شهزاده ای زدین کمر، نشسته بر قصه سپید می اومد از کوه و کمر، می رفت و آتش به دلم می زد نگارش، می رفت و آتش به دلم می زد نگارش. دلم رسوا بشه، دریا بشه این دو چشم پرآب، روزی که بختم باز بشه بیار بشه اون که اومد به خوابم، شهزاده رویای من شاید توی کس که شب در خواب من آید توی تو، از خواب شیرین آگه پریدم او را ندیدم دیگر کنارم، به خدا جانم رسیده از قصه بردم، هر روز و هر شب در انتظارم، به خدا کاش که دلم رسوا بشه دریا بشه این دو چشم پرآب،
روزی که بختم باز بشه بیار بشه اون که اومد به خواب میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش 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 خب آهنگی که شنیدید با صدای گلشیفته فراهانی و گویا مهران مدیری بود به نام شهرزاد شهزاده بله خیلی ممنون. این یکی از آهنگای مورد علاقه من است واقعا. پس خدا رو شکر که پخش کرده. خیلی قشنگ آهنگ امیدوارم بقیه دوستان هم پسندیده باشن. تلفنی داشتیم از یکی از شنونده های عزیزمون که ایشون گفتن که نارگیل خریدن ولی نمیدونن چطور بشکننش و چون میخواستن از آبش استفاده کنن. شما باور میکنید که من نارگیل نمیخرم فقط به خاطر اینکه نمیدونم چجوری بشکنم. بله حالا میخواستیم از شنونده های عزیزمون بپرسیم که اونا چطور نارگیلو بازش میکنن. البته من خودم یه پیشنهاد دارم که اینو استفاده میکنم، نمیدونم درست باشه یا نه، ولی بعدا میشنویم ببینیم عزیزان راه بهتری میدونن یا نه. بفرمایید. نه دیگه همین. پس ما برنامه بعدی رو بشنویم. دوستان و شنوندگان بسیار عزیز، ما با شما هر یک شنبه از طریق امواج در کنار هم می نشینیم و با هم گفتگو داریم. مهمان خانه های گرم و قلب های مهربان شما هستیم و شادی ها و غم های خود را در یک سفره نهاده ایم. چندین برنامه نظیر برنامه ما به زبان های دیگر در همین رادیو آمده اند و بعد از مدتی کوتاه رفته اند، ولی ما مانده ایم و همچنان با همدلی و همیاری و صداقتی که در ما و شما هست خواهیم ماند. بدون خواستن شما و بدون فداکاری و عشقی که همکاران این برنامه دارند، پایداری و برقراری این بخش فارسی ممکن نیست. دست های مهربان شما را به گرمی می فشاریم و یاد همه عزیزانی که با این برنامه همکاری صمیمانه داشتند را گرامی می داریم. ساعت 4:09 است. عرضم حضور شما که حضور شما و شنوندگان عزیز، آهنگی رو به دستم رسید، یعنی ایمیل به من رسید، بسیار زیبا بود. این آهنگ هیچ آلت موسیقی درش به کار نرفته، فقط با گروه کر اجرا شده. بسیار آهنگ زیبایی است در مورد ایران و من دوست داشتم که امروز این آهنگ رو پخش کنم. خیلی ممنون. برای همه شنوندگان عزیز، اسمش هست خاک مهرائین با صدای سالار عقیلی. تو بادی مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرائین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لال می جوشد، سحر از چشمانت جان می نوشد، وطنم شیدا و صحرا
ای سرزمین من شور آفرین میهن دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن ای خاک مهرایی آینه ایمان ای گرد پناه لطف یزدان جاویدان ایران دیرینه داری ای سرزمین من شور آفرین میهن دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن ای خاک مهرایی آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران تو که در ای سرزمین من شور آفرین میهن دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن ای خاک مهرایی آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان به نظر من احسنت بر آقای سالار عقیلی، چقدر زیبا بود. خلاصه امیدوارم شنوندگان عزیزم پسندیده باشن. اجازه بدید که جواب مسابقه یا سرگرمی رو هم خدمتتون بگم. از دوستان عزیزی که زنگ زدند خیلی ممنونیم. سوال کرده بودیم که بیت دوم این شعر رو بگید که اندازه نگهدار که اندازه نکوست. جواب بیت دومش هست: هم لایق دشمن است هم لایق دوست. در جواب چگونه نارگیل رو میشکنن گویا تلفنی هم داشتیم. بله، خانم روحانی که همیشه ما رو مورد مهرشون قرار میدن زنگ زدن و گفتن که نارگیل رو با پیچگوشتی سوراخ میکنن و با نی آبش رو میخورن و بعد با یک کارد محکم پوستش رو خورد میکنن و بقیه گوشتش رو هم میخورن. ازشون تشکر میکنیم. در ضمن یه راه دیگه هم که هستش، اون وقتی که میخوایم به اصطلاح یه چیزایی هست، وسایلی هست که در بطری شیشه‌ای رو که چوب پنبه داره اونا رو باز میکنن، اگه اون از اون استفاده کنن و توی اون دو حفره‌ای که وجود داره تقریبا حفره‌اش توی اونجا فرو کنن، خیلی راحت‌تر آب نارگیل بیرون میاد. به هر صورت امیدوارم که شنونده عزیزی که این سوال کرده بودند راه شکستن نارگیل رو پیدا کنن و منم بعد از این بعد برم نارگیل رو بخرم. بله بله، یا همگی میریم مهمونی خونه خانم روحانی. آگهی انجمن فرهنگی رو اگه اجازه بدین دوباره میخونم. انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیایی جنوبی محفل شعر و موسیقی رو در ساعت 7 عصر شنبه 9 اردیبهشت ماه سال 1391 هجری خورشیدی برابر با 28 آوریل سال 2012 میلادی برگزار مینماید. این برنامه شامل شعر، موسیقی ایرانی و سخنرانی خواهد بود. ورود به این محفل رایگان است، اما کمک‌های نقدی داوطلبانه شرکت کنندگان برای هزینه در فعالیت‌های فرهنگی انجمن نظیر محافل شعر و موسیقی و برنامه فارسی رادیو ادلید با سپاس پذیرفته خواهد شد. عزیزانی که هنوز موفق به عضویت در انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی نشده‌اند، می‌توانند با پرداخت $10 حق عضویت و تکمیل فرم عضویت انجمن در مکان برگزاری مراسم به انجمن ملحق شده و از برنامه استفاده کنند. محل برگزاری این مراسم در 23 کاگلین استریت، ادلید، ساوت استرالیا،
5000 برگزار خواهد شد. مدت تقریبی این مراسم 2.5 ساعت خواهد بود. بله، روبروی سنترال مارکت از در طرف هیلتون به طرف پایین، چون سنترال مارکت دو تا در داره. بله، یکی از درهای سنترال مارکت. خیلی ممنون. ساعت 4:16 است. کلماتورهای دلنشین. میخواهم برگردم به روزهای کودکی، آن زمانها که پدر تنها قهرمان بود، عشق تنها در آغوش مادر خلاصه میشد، بالاترین نقطه کره زمین شانه های پدر بود، بدترین دشمنانم خواهر و برادرهای خودم بودند، تنها دردم زانوهای زخمیم بود، تنها چیزی که می شکست اسباب بازیهایم بود و معنای خداحافظی تا فردا بود. بهشت کجاست؟ یک فضای چند وجب در چند وجب بین بازوهای کسی که دوستش داری. ماندن به پای کسی که دوستش داری بهترین اسارت است. میکوشم غمهایم را غرق کنم، اما آنها هم یاد گرفتند که چطور شنا کنند. مگر اشک چقدر وزن دارد که با جاری شدن اشکهایمان اینقدر سبک می شویم؟ اگر خدا بودم یک بار دیگر تمام بنده هایم را می شمردم که نکنه یک وقت یکیشان تنها مانده باشد و حالا هوای دو نفرها را اونقدر به رخ تک نفرها نمی کشیدم. هست که باید روی یک تکه کاغذ بنویسی تعطیل است و به چسبانی پشت شیشه افکارت. به خودت استراحت بدهی، دراز بکشی، دستهایت را زیر سرت بگذاری، با آسمان خیره شوی و بی خیال سوت بزنی، در دلت بخندی به تمام افکارت که پشت شیشه ذهنت سب کشیدند. آن وقت با خودت بگویی بگذار منتظر بمانند.
کشید مرغ عشق اومد آدم گلون نشست با دم شیشه دیبه غم رو شکست اون شده تو خونه عطف گل گلون بی خونه قدالی نقمه یه بحارون گل یاسم تایی نقمه یه سازم تایی توی گلون یاس کبود از گروه آریان به پایان برنامه رسیدیم. زندگی بم بس نیست، یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت. امروز همون فردایی است که دیروز نگرانش بودیم. شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. به اتفاق همکار ارجمند برنامه امروز خانم محبوب آریان پاد و دیگر همکاران با شما خداحافظی میکنم با آهنگی از فرشاد جمالی. خدا نگهدارتون تا برنامه بعد. زعفرانم تو
بهار مایی. گفتا چه زهره دارد غم اینقدر نداند، کاخر تو یار مایی، کاخر تو یار مایی. ای جان جان جانم، تو جان جان جانی، بیروز جان تن چیست، فانی و بیش از آنی. بوستانم غم دیده خزانم، باغ مرا بخندان کاخر بهار مایی. گفتا چو چنگ مایی من در ترنگ مایی، گفتا چو چنگ مایی من در ترنگ مایی. پس چی زاری تو چون در کنار مایی. گردان والله که بیقرارم، گفت در چه بیقراری بی بیقرار مایی. ای بلبل سحرگر ما را بپرس گهگر، آخر تو هم غریبی هم از دیار مایی. شمار مایی.